أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شما عزیزان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. ما جز با رضای خدا سعادتمند نخواهیم شد و تنها راه جلب رضای خداوند رعایت تقواست. امیر بیان امام سفید رویان علیه افضل صلوات المسلین فرمودن: ان التقوى منتها رضا الله من عباده و حاجته من خلقه. تقوا نهایت خوشنودی خداوند از بندگان خود است و خواسته او از آفریدگانش تقواست. همون گونه که همه می دانیم خدا نیاز و احتیاج ندارد. اگر از ما تقوا را خواسته است، باز هم برای آن است که ما به سعادت برسیم. همان گونه که محبت و ولایت ائمه معصومین اجر رسالت پیامبر معرفی شده و ما اسألکم علیه من اجر فهو لکم، اونم به نفع ماست. امید است با رعایت تقوا در همه لحظات زندگی سعادت دنیا و آخرت را نصیب کنیم. خطبه اول بحث قرآنی را با منظر اجتماعی، با تذکر دادن به موضوع اصلاح ذات البین، رفع کدورت و دشمنی پی میگیریم. در خطبه دوم امروز پنجم جمادی الاولا مصادف است با ولادت عقیله بن هاشم، پرچمدار کربلا و نهضت عظیم و سعادت بخش، یار و یاور رهبر آزادگی و آزادگان زینب کبرا سلام الله علیها. ضمن عرض تبریک به محضر آقا و مولا من صاحب الزمان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، و همه مسلمین و مؤمنین، شما عزیزان
در خطبه دوم گوشه‌ای از شخصیت بیبی را مطرح خواهیم کرد و مسائلی که مربوط میشه به کشورمان و شرایط که داریم از موضوعات است که به اونها هم خواهیم پرداخت، مسئله امنیت، مسئله اقتصاد. اما بحث خطبه اول با توجه به ضیق فرصت تکرار نکنم، فقط عرض میکنم خداوند در قرآن انسان را هم ستایش کرده و هم هشدار داده. پیغمبر هم بشیر است و هم نذیر. ضمن مدح و ضمن ستایش از انسان به انسان هشدار داده، تذکر داده، بیدار باش داده. می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این آیه را دو آیه است، اون مقداری که تلاوت کردم. همه شما عزیزان در سوره مبارکه تین خونده این و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را به بهترین، عالیترین، زیباترین شکل خلق کردیم. اما همین انسانی که میتواند در زندگی زیباترین باشد، برترین باشد و رفیع‌ترین مقامات را به دست بیاورد، اگر بی توجهی کند، اگر غفلت کند، به پست‌ترین درجه خواهد رسید. ثم رددناه اسفل سافلین، از او درجه پایین‌تر و منحط‌تر تصور نمی‌شود. این انسان می‌تواند عالی‌ترین را به دست بیاورد و می‌شود به بدترین و منحط‌ترین مرحله قرار بگیرد. بستگی دارد که انسان چه نوع حرکت کند، چه آموزه‌هایی را دنبال بکند، چه تفکر را تعقیب بکند. گاهی این تفکر و این بینش و منش انسان را بالاتر از ملائکه قرار می‌دهد و گاهی انسان را پستر از بهائم و چارپایان. شاید دقت کرده باشین از کجا این گونه زندگی آغاز می‌شود. بعضی ها فکر می‌کنند در مرحله مردن و لحظات قبل از مرگ ما این حالات را پیدا می‌کنیم. این اشتباه است. پیامبر فرمود کما تعیشون تموتون. هر رقم زندگی کردین، عیش یعنی زندگی، کما تعیشون تموتون، هر جور زندگی کردین همونطور میمیرین. هر جور در خانه، در جامعه، در محیط کار، در محیط مسافرت، در محیط آموزش، هر شکل زندگی کردیم به همون شکل میمیریم. کما تعیشونه تموتون. نمیشه انسان با سخاوت زندگی بکنه فردای قیامت برکات سخاوت رو نبینه. الجنت دار الاسخیا، بهشت خانه سخاوتمندان است. نمیشه انسان با عبادت زندگی کنه بهره از عبادت نصیبش نشه. نمیشه انسان اهل کینه باشد فردا اهل بهشت باشد. در روایات داریم صفتی پستر از کینه نیست. نمیشه انسان اهل بدزبانی باشد اهل بهشت هم باشد.
ان الله حرم الجنه، خداوند حرام قرار داده است بهشت را، علا کل فحاش بذی، بر انسانی که اهل فحشه، اهل بدزبانی است، اهل بی‌حیایی است. فرمود دنیا مزرعه الاخره، دنیا کشتزار آخرت است. لیس للانسان الا ما سعا، انسان نتیجه سعی و تلاش خودش را میبینه. و ان سعیه سوف یرا، ما بر حسب وظیفه که از مصدر ربوبی داریم، اسلامی که پیغمبر فرمود یعلو ولا یعلا علی، اسلامی که قرآن می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هر که غیر از اسلام دین دیگری را برگزیند هرگز از او قبول نمی شود. تعالیم حیات بخش و زندگی نورانی را برای ما ترسیم کرده، در هر سطحی بخواهیم زندگی کنیم اسلام دستور دارد، محلی و خانوادگی، منطقه‌ای و در فضای بزرگتر، جهانی و بین المللی، در همه عرصه ها اسلام دستور دارد. ما در زندگی فردی آداب را که یاد میگیریم برای آن است که در فضای بزرگتر از این دستاوردها و از این سرمایه ها بهره بگیریم، و الا در یک فضای کوچک و شخصی انسان به اون کمالات نمی رسد. به همین دلیل است که دستورات اسلام بیش از بخش فردی بخشهای اجتماعی را در نظر دارد. یکی از موضوعات مهم که لازم دانستم مطرح کنم در شرایط فعلی بیشتر به این مسئله جامعه ما نیاز دارد، هم دولت و هم ملت، آحاد ما به این مسئله در زندگی نیاز داریم، سطح کلی بشر جهان اسلام نیازمند است، مخصوصا جامعه ما. یکی از موضوعات مهم در قرآن موضوع زدودن دشمنی هاست، به تعبیر معروف و به تعبیر روایات اصلاح ذات البین، بهتر به زبان همگانی عرض کنم تبدیل دشمنی ها به دوستی و آشتی. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. خیلی قضیه مهم است، خیلی ارزشمند است، نسخه مورد احتیاج همه ماست. خداوند در قرآن می فرماید فاتقوا الله و اصلح ذات بینکم، تقوا داشته باشین، دشمنی ها را از بین ببرین. و اصلح ذات بینکم، جامعه‌ای که کینه در اونجاست، دشمنی در اونجاست، رقابت های منفی است، طرح و فکر و مغز انسان ها دنبال این است که دیگری را بزند، دیگری را محروم کند، دیگری را تحقیر کند، این جامعه به سعادت نخواهد رسید، این جامعه به امنیت نخواهد رسید، این جامعه به عزت و اقتدار نخواهد رسید. هرچی بگم بهتر از متن روایت قدرت نیست و توان نیست. اجازه بدین من با خواندن متن روایت این موضوع را منتقل کنم. پیغمبر فرمودن برترین صدقه، شما میدانین یکی از بهترین اعمال ما صدقه دادن است. پیغمبر فرمودن بهترین صدقه، افضل الصدقه، اصلاح ذات البین، بهترین صدقه آن است که انسان بین مردم
صلح به وجود بیاورد، دوستی، رفاقت. از زن و شوهر بگیرین، از دو تا برادر بگیرین، از دو تا رفیق و همسایه شروع کنین تا سطح کلان جامعه. بالاترین صدقه همینه. درسته باید کمک مالی کنیم، وجوهات پرداخت کنیم، به فکر فقرا باشیم، اما یک بخشی از کار است. همه شما عزیزان ارادت ویژه دارین به مولامان امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلین. زندگی علی همش زیبایی است، فداکاری است، ایثار است. اما تاریخ می نویسد در بستر شهادت سال 40 ماه مبارک رمضان به فرزندان خود و به همه مؤمنان از صمیم قلب و از سویدای دل این نصیحت را کرد. فرمود شما و همه کسانی که این سخن را میشنوند به چند چیز سفارش میکنم. از پیغمبر شنیدم که فرمود اصلاح میان خودتان از عموم نمازها و روزه ها برتر است. چه عبارتی بالاتر از این؟ اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. امروز الحمدلله در مراسم نماز جمعه توفیق شنیدن این سخن علی علیه السلام پیدا کردیم. و صلاح ذات بینکم، دوستی، رفاقت، محبت بین خودتان. فإن سمعت جدکما، مخاطب این سخن حسن و حسین علیه السلام است. علی در بستر شهادت فرمود من از جد شما دو نفر شنیدم. یقول، می فرمود صلاح ذات البین، آشتی و رفاقت و تبدیل دشمنی ها به دوستی ها افضل من امت الصلات و صوم، این بالاتر است از عموم نمازها، نمازهای واجب و مستحب، از نوافل. این به این معنا نیست که ما نافله نخوانیم، باید بخوانیم، نماز باید بخوانیم، اما ثواب اصلاح ذات البین با نماز قابل مقایسه نیست. افضل من امت الصلات و صیام، نامه 47 نهج البلاغه، این نامه ارزشمند مورد مطالعه قرار بگیره تا به این نتیجه برسیم که اصلاح ذات البین چقدر مهمه. ما برای پیشرفت کشور، مردم، باید زمینه دشمنی ها را تخریب کنیم، زمینه دوستی و رفاقت ها را تقویت کنیم، آماده بکنیم. اسلام در انزوای مسجد و محراب نیست. سعادت و خوشبختی انسان در ساختن یک جامعه ایدئال، جامعه با هم رفیق و همدرد و همحس و مهربان است. به همین دلیل است که پیغمبر فرمودن اگر خواستین بفهمین و درک کنین که علامت خوشبختی آیا در زندگی شما هست یا نیست، به این نکات توجه کنین. یک، رفقا و دوستان صالح اگر دارین معلومه شما اهل سعادتین. اگر توفیق نماز جماعت دارین علامت سعادتتان هست. اگر شغل و کار شما در شهر و در کشور خودتان هست، یه علامت سعادت است. و از همه بالاتر فرمود من سعادت المرء، از علائم خوشبختی و سعادت انسان از سعی، تلاش، حرکت مداوم، خستگی ناپذیر برای اصلاح همگان، از سعی و فی صلاح الجمهور. امید است که با
توجه و دل دادن به این رهنمودها هم زندگی شخصی و هم انشالله محیط کشور و اجتماع من را متحول کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. ضمن عرض تبریک به مناسبت امروز میلاد زینب کبری سلام الله علیها، آرزوی امنیت کامل، رفع نگرانی و گرفتاری از همه مسلمین عالم، مخصوصاً از ملت و مردممان و کشورمان. نماز جمعه هم اجر عظیم دارد که در روایات به حج فقرا تشبیه شده و اینگونه معرفی شده و در قرآن با واژه سعی یعنی تلاش برای حضور در این مراسم معرفی شده. مسئولیت های خطیر و سنگینی رم به عهده دارد. انشاءالله در پایان بسیار کوتاه از زینب کبری سلام الله علیها عرض میکنم. مطالب را لازم میدانم قبل از آن مطرح کنم. مسئله مهم که لازم است به او توجه شود، البته به لطف الهی از آغازین لحظاتی که تحول پیش آمد، دولت قبلی با همه ضعف و نواقص مدیریتی که داشت، بیشترین نقصش فاصله بین مردم و دولت بود، رفاه و تجمل عده محدود، فشار و شکنجه بر گرده و بر بازوی جمعی، فساد و بیتوجهی به مقدسات و باورها و اخلاقیات اسلامی، همه اینا دست به دست هم داد زمینه سقوط و فروپاشی او دولت فراهم کرد و نظام جدید، حاکمیت جدید، امارت اسلامی حاکمیت به عهده گرفت. ما در لحظات آغاز این تحول مسئله ای را که مطرح کردیم، مسئله بیرون رفتن مردم، مهاجرت بی حساب و بی برنامه ای را که دشمنان افغانستان در قالب برنامه های به ظاهر به نفع مردم اما در باطن هم به زیان مردم و هم به ضرر حاکمیت مطرح کردن،
در روز عاشورا من این بحث را مطرح کردم، در نمازهای جمعه مطرح کردم، در خیلی از سخنرانی ها، در نشستی که با مسئولین امارت اسلامی داشتم تذکر دادم، چه با حکومت محلی و گاهی هم صحبت های تلفنی که با شخصیت های بیرون از ولایت داشتم، عرض کردم وضعیت را باید مدیریت کنیم، بیرون رفتن مردم، مهاجرت مردم آسیب های فراوانی دارد که قابل جبران نیست. در رهنمود آخر رهبر امارت اسلامی جناب ملا هیبت الله آخونزاده موضوعات مطرح شده، از جمله مسئله مهاجرت، چالش های بسیاری مطرح شده، از جمله مسئله امنیتی، اخلاقی و بشری که این بحث مهاجرت به پی دارد. مطالبی که گفته شده عین واقعیت است، یک حقیقت است که هیچ کس نمیتواند انکار کند. وقتی یک کسی مهاجر می شود، برای رسیدن به پناهندگی و گرفتن مدرک و قبول شدن، اولا در مسیر مسافرت با مشکلات زیادی برمیخوره. بیشترین افراد، درصد بالای اینها، موفق نمیشوند به کشور مقصد برسند. بعد از رسیدن هم فراوان با مشکلات برمیخورند. ایشان از والیان و از مسئولین خواستن که این مسئله را از نزدیک با افراد بنشینن، مطرح کنن، بررسی کنن و زمینه مهاجرت بی حساب و بی برنامه را در واقع سد کنن، البته با تحلیل و با در واقع روشنگری. مسئله ای را که لازم می دانم اینجا مطرح کنم، این قضیه ای بوده که در آغاز بدون اون که دستور باشه و هدایت باشه ما مطرح کردیم. این دلیلش این است که شناخت من از جامعه بیشتر است، منظر و دیدگاه من در فضای روشنتر و در برنامه با دید وسیع‌تر قرار داره. به همین دلیل است که باید امروز نکته ای را بر این برنامه ضمن تأیید عرض بکنم. ما انسان ها به شکل کلی، ما استثنای از بقیه انسان های عالم نیستیم، نیاز به شادی داریم، نیاز به نشاط داریم. هر بشری حق طبیعیشه. انبیا محزون زندگی نمی کردن، پیامبر با غصه، با سوز، با هرمان زندگی نکرده. درسته یتیم بوده، قرآن دستور میده و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، اما همی پیغمبر میفرماید ادخال السرور فی قلب المؤمن عباده، شادی را در دل مؤمن وارد بکنی ای عبادت است. امنیت بستر است برای لذت بردن از زندگی. امنیت جلوه به تمام معنای آزادی و حریت یک انسان است، اون چیزی که همه ما به اون نیاز داریم. همه باید به این نکته توجه کنن. پیغمبر فرمودن لا خیر فی الوطن، خیر در وطن نیست الا مع الامن و السرور، با خیر در کنار امنیت و سرور و شادمانی است. وقتی طفل ما احساس شادی نکنه، زن ما احساس شادی نکنه، مرد ما احساس امنیت و احساس رفاه نکنه، این طبیعیه.
طبیعی است، به حرف دیگرها گوش میده، فریب میخوره. به سراب ها دل میبنده به فکر این که آب است و تشنگی او رفع میشود. ما باید زمینه امنیت و سرور را در کشور فراهم کنیم. والی ها موظفن، علما موظفن، بزرگان موظفن، حاکمیت وظیفه داره امنیت را جهانی کنه، همگانی کنه، خوشحالی و سرور را برای همه فراهم بکنه. طبیعی است با فقر، با فشار، با تبعیض اینا فراهم نمیشه. کل سرورین یحتاج الالامن، الامنین. هیچ خوشحالی بدون امنیت نمیشه. ما از هر کسی که در امنیت شهر، کشور سهم داره، تلاش داره، هم تلاش میکنیم از اونها تقدیر کنیم، هم تشویق میکنیم. باور کنین شاید خیلی هاشان ما را نشناسن، برای سلامت اونها دعا میکنیم. وظیفه مانه رفاهیت العیشه فی الامن، رفاه زندگی در امنیت است. ما اگر امنیت نباشه این مراسم نماز جمعه را نداریم. یادتان هست دشمنان ما با تحول برنامه ریزی کردن این مراکز عبادی را تعطیل کنن؟ نه، الان سال هاست من این قضیه را مطرح کردم. اونایی که مسجد ما را تخریب میکنه اینا به مسجد اکتفا نمیکنن. اگر مسجد تخریب کردن دفاع نکردیم، مکتب و دانشگاه و حوزه و مدرسه دینی ما را تخریب میکنن. اگر اونجا را توانستن، بعد پاساژ و فروشگاه ما را تخریب میکنن. اگر اونجا هم استادگی نکردیم، خانه ما را تخریب میکنن. ما برای مبارزه با این وحشت باید همگانی فکر کنیم، کشوری فکر کنیم، ملی فکر کنیم. لا نعمت اهنا و من الامن، نعمتی گواراتر از امنیت نیست. هم انشاءالله بحث امنیت را جدی بگیریم، تنها به مسائل جزئی فکر نکنیم. خداوند مکه معظمه را با اون ویژگی ها معرفی کرده که هر مستطیعی در طول عمرش باید برای حج یک بار برود. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، می فرماید فلیعبد رب هذا البیت، خدای این خانه را عبادت کنین. الذی اطعمهم من جوع، اون خدایی که شما را از گرسنگی نجات داد، شما را طعام داد. و آمنهم من خوف، دو قضیه را باید جدی بگیریم. دیگرا به ما کمک نمی کنن، هم باید تأمین معاش مردم، باید حاکمیت برنامه داشته باشه با استعداد زیادی که کشور ما داره. این همه معادن، این همه زمین آماده، این اقلیم و طبیعت متنوع. شما از قندهار شروع کنین تا کوهستانات ولایت سرپل، هلمند و هرات و غزنین و کابل و چاریکار، چی اقلیم متنوع. بامیان باید برنامه ریزی بکنم، برنامه کلان. وقتی سراسر کشور امنیت شود، مسائل کوچیک و قدیمی و بی ارزش اینها کنار گذاشته بشه. دولت همون گونه که در هفته گذشته عرض کردم دسترسی به امکانات را عمومی کنه، از افراد خلاق و کارآفرین حمایت کنه. این وضعیت مدیریت میشه. در روز 200 موتر زغال حداقل از دره صوف انتقال داده میشه، روز 10 موتر در اختیار فقرا قرار داده میشه.
آقا این عشرش هم که باشه همینه. اگر عشرش هم باشه همینه، شما حساب کنیم روز 10 متر زغال در شهر مزار شریف در اختیار فقرا قرار داده میشه، سوخت مردم حل نمیشه؟ همینطور این انرژی خورشیدی، اینها را باید زمینش فراهم کرد. هم حرف بزنیم هم بیاییم زمینه ها را فراهم بکنیم. لیس للانسان الا ما سعا. طولانی نشه، امام صادق فرمودن سلاستون سلاست و اشیا، سه چیز است یحتاج و ناز ترن الیها، همه ای مردم به اینا نیاز دارن، مسلمان و کافر. یک امنیت، دو عدالت، سه آبادانی. باید به فکر آبادانی بود. با این وضعیتی که ما شاهدیم مشکل حل نمیشه. باید سرگ ها آباد بشه، باید آب مردم مشکلش حل بشه، باید مسائل پزشکی مشکلاتش حل بشه. ما بریم امکانات را، فکر را، دانش را از کشورهای دیگر داخل کشور بیاریم. مریض فرستادن هنر نیست. تکنولوژی و علم و صنعت را به کشور آوردن کار و هدف و برنامه اصلی و ارزشمند و نجات بخش است. مسئله دیگری را که عرض می کنم، اگرچه مکرر گفته شده، شورای علمای مرکز یعنی کابل، شورای علمای اهل تشیع در دیداری که با جناب عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر دولت امارت اسلامی داشتن، صحبت‌های را مطرح کردن. هیئتی که در اونجا حضور پیدا کردن دو مسئله را بازگو کردن. یکی این که خوشحال شدن و اظهار شادمانی کردن با طی مسیر دشوار کشور ما امروز صاحب نظام اسلامی است. و مسئله دوم این که مردم تشیع شیعیان افغانستان در کنار دیگران مورد توجه قرار بگیرد و تحمل هیچ گونه تبعیض و هیچ گونه بی‌عدالتی و فاصله را ندارد. جناب عبدالسلام حنفی هم گفتن امارت اسلامی وظیفه داره تأمین امنیت برای همه کسانی که در کشور هستن داشته باشند. در قانون هیچ تفاوت بین افراد نیست، انتظار همین است. نکته ای را که باید عرض بکنم و در گذشته هم عرض کرده ام، شیعیان در افغانستان در همه ابعاد در همه مراحل نه تنها سهم کمی نداشتند، در همه عرصه ها پیشگام بودند. تاریخ تشیع در این کشور تاریخ روشنی است. ما شیعه وقتی میگوییم مرحوم علامه بلخی نمونه بارزی از شیعه است، مرحوم واعظ است، مرحوم کاتب است، مرحوم شیخ سلطان ترکستانی است. اینها در اولین حرکت اجتماعیشان دم از عدالت و آزادی زدند. شیعه باید با بیان دانشمندان اصیل و غیر وابسته و دلسوز کشور شناخته شود. شیعه با عمل این مردم، با صداقت و سلامتی که دارند. امیدواریم که امارت اسلامی همون گونه که الحمدلله ما شاهدیم در برخورد با شیعیان اصالت و حقیقت شیعه را مورد توجه قرار دادن. امارت میدانه حداقل
7 میلیون شاید بیشتر شیعه در این کشور زندگی میکنه و این جمعیت هم دلسوزن، هم اهل کارن، هم خلاقن، هم تحمل همه فشارها رو کردن، خون دادن، جهاد کردن، مبارزه کردن و امروز هم در کنار امارت اسلامی حضور دارن. امیدواریم که اونچه حق است، اونچه عدالت ایجاب میکنه و او توجه شود. آخرین نکته ولادت با میمنت زینب کبرا سلام الله علیها را تبریک عرض میکنم. این مجلله مکرمه ویژگی ها و ارزشمندی های فراوانی دارد، به تعبیر دانشمندان فضائلها و فوازلها و خصالها و جلالها و علمها و عملها و عفتها و عصمتها و نورها و ضیاءها و شرفها و بهاءها، بزرگی، عظمت، عفت، دانش، آینده نگری، شرف و برتری، همه اینها به تعبیر دانشمند ارزشمند تالیتون امها. زینب آینه تمام نمای زهرا سلام الله علیها است. کوثر کوثر است، بتول بتول است. بالاترین مدرک و سند برای عظمت زینب همین است که وقتی مثل امروز 5 سال قبل از رحلت رسول الله در سال 5 هجری به دنیا آمد، پیغمبر به اذن خدا، به دستور خدا، به امر خدا نام او را زینب گذاشت، زینت علی. علی که پیغمبر می‌فرماید دروغ می‌گوید کسی که ادعا داره پیغمبر را دوست داره علی را دوست نداره. علی که پیغمبر فرمود لا یحبک الا مؤمن، تو را جز مؤمن دوست نداره، دشمن تو جز منافق نیست. علی که پیغمبر فرمود صحیفه، عنوان نامه عمل مؤمن محبت علیه، صحیفه تو عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب. 100 سال عمر میکنه انسان، اون نقطه اصلی خلاصه و نامه عمل انسان محبت آقا علی علیه الصلاه و السلام است. علی که خدا در قرآن میفرماید و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، در شب هجرت در بستر پیغمبر خوابید. خدا به پیغمبر دستور میده این دختری که به دنیا آمده اسمش بگذار زینب، یعنی زینت علی. ای کیست؟ نویسنده مصری از دانشمندان اهل سنت در کتاب خودش درباره بیبی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها می نویسد برگزیده زنان طاهر و پاکیزه. بانو زینب از بزرگوارترین اهل بیت حسبن و نسبن. شما زنی را پیدا کنین که مادرش زهرا باشه، پدرش علی باشه. عظمت زینب به اینجا خلاصه نمی شود. زینب کسیه که سید الشهدا در لحظه خداحافظی در کربلا می فرماید خواهر در نماز شب حسین فراموش نکن. زینب کانون شجاعت است، کانون بیداری است، کانون عظمت است. تبریک عرض می کنیم میلاد این بزرگ بانو را. اون چرا که از زینب باید یاد بگیریم اون شجاعت و درایت و هدفمندی و اخلاص زینب است. به تعبیر دانشمندان در تمام عمر کالای با ارزش تقوا را معیار و محور زندگی قرار داد. در سخت‌ترین لحظات فرمود من جز زیبایی ندیدم. تبریک عرض می‌کنم میلاد این مجلله را، اینی که
دختران ما باید تحصیل بکنن، به علم برسن، مدارک و مستندات ما فراوان است. پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. زینب کسیه که حتی ابن عباس دانشمند امت پیغمبر بعضی چیزا را وقتی متوجه نبود به دست نمی آورد، می آمد از زینب سلام الله علیها سوال میکرد. این دلیل بر این است که زینب بالاترین جایگاه علمی و ارزشی را داره. دختران ما، زنان ما با تحصی بی به همه مدارج می توانند برسند. البته در کنار این همه ارزش، در سخت‌ترین شرایط تاریخ می نویسد ما زن شجاعتر و با حجابتر از زینب ندیدیم. به احترام این ولادت با برکت از خداوند علی اعلی در این لحظات استجابت دعا، پایان خطبه ها روز جمعه عاجزانه مسئلت می کنم. پیغمبر فرمود اگر مشکل سختی سراغ کسی آمده که او را خسته کرده، سه مرتبه خدا را به زینب کبرا سلام الله علیها سوگند بدهد تا حاجت روا شود. خدایا به حق زینب کبرا، خدایا به حق زینب کبرا، خدایا به حق زینب کبرا، امنیت کشور ما را کامل تأمین بگردان. آمین. مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات فرهنگی ما را با آبروی این مجلله مکرمه برطرف فرما. آمین. عزت، اقتدار، تحمل و اخوت و برادری را بین دولت و ملت و کشور ما خدایا با همه برکاتش به زودی زود عنایت و کرامت بفرما. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. عزیزانی که التماس دعا کردن، مراجع عظام تقلید، علمای خدوم، مد نظری ها، همه خدایا حاجت روا بگردان. خدایا خواهران و برادرانی که با حضورشان در مراسم جمعه این پایگاه عزت و بیداری و رونق و به عزت این مراسم و این برنامه می افزایند، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.